بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب خدمت شاگردای عزیز و دوست داشتنی امیدوار استم. لباس صحت و عافیت در تن داشته باشید و درس هایتان را هم به خوبی تعقیب کرده باشین به خاطر که درس امروز ما از مضمون ساینس صنف ششم درسی است که ارتباط به درس گذشته داره درس قبلی ما در رابطه با استحقاق بود شما با نام استیکاک آشنا شدین و همچنان بعضی از در بعضی از کارهای زندگی ما شما دیدین که استیکاک چقدر مورد استفاده داره آیا بدون از او بودن خوب است یا نیستی موارد شما یاد گرفتین؟ در درس امروزی ما شما یاد میگیریم که استیکاق دارای فواید و اضرار هم هستند یعنی در کل مفید نیستند بعضی وقتا ضرر دارند و بعضی وقتا هم فایده دارند بنا عنوان درس ما می باشه فواید و ازرار استیکاق درس 25 جلسه C و صفحه 65 کتابتان می باشه خب دقت کنید با توضیحات درس استحقاق در تمام امور زندگی ما نقش داره یعنی در هر حالت در تمام کارهای زندگی ما ما و استحقاق نقش اساسی خود داره که بعضی وقتا میتونه مفید باشه و بعضی وقتا هم میتونه مضر باشه <applause> مثلا تمام فعالیت های روزمره ما را ما توجه میکنیم یک لیست بسیار وسیع میتونیم بسازیم از فعالیت های روزانه ما که در اینها در همشان استحقاق وجود داره چی وقت میتونه بر ما مفید و چی وقت هم میتونه که مزدر باشه کدام وقتها ما میخواییم که استیکاک وجود داشته باشه و کدام وقتا وجود نداشته باشه که مثال های از او را براتان واضح میسازیم و طور مثال وقتی که راه میرویم کف بودهای ما اگر استیکاک در کف بودها وجود نداشته باشه ما دچار چار مشکل میشیم به خوبی را رفته نمیتونیم سبب لغزیدن میشه و به زمین میفتیم و همچنان تایر موترها را در نظر می گیریم برک های موتر را در نظر می گیریم به همین ترتیب بایسکل و ارادجات دیگه ای که وجود دارند در صورت موجودیت استیکاک اینا می تانن که به سادگی حرکت بکنن. البته استیکاکی که در حالت تادل باشه نه زیاد باشه و نه هم کم باشه اگر استیکاک بسیار زیاد باشه خوب باز هم عرادجات به خوبی حرکت کرده نمیتونن. مثل که در درس قبلی جاده هایی را که تخریب شده هستند مثال دادیم جاده هایی که قیلیزی شده نیستن. اونجا استیکاک بسیار زیاد است عرادجات هم نمیتونن که به خوبی حرکت کنند اما زمانی که سرک ها قیر هستند استیکاک در حد معین وجود دارد میتونن مترها به درستی حرکت کنند به خوبی حرکت کنند یا به طور مثال از نوک پنسل شما میتونید در روی کتابچه هایتان استفاده کنید خب ببینیم که بسیار به خوبی نوشته کنیم. در صورت که این پنسل یعنی از استیکاک در روی کاغذ وجود نداشته باشه ما نمیتونیم که نوشته ما را به درستی در روی ورق کاغذ انجام بدیم پس در اینجا هم از جمله فواید استیکاک گفته میشه که فایده داره اما اگر بسیار زیاد استیکاک باشه باز هم ما نمیتونیم که استفاده کنیم مثال دیگر در زندگی روزمره ما چون اینجا هدفی است که ما فعالیت های روزمره تعداد مثال های زیادی بیاریم تا که بدانیم که در کدام موارد استیکاپ مفید هستن فعلا از مفیدیتش حرف میزنیم و بعدا هم در مورد مزوریتش میگیم که کدام ضررها را داره و چی وقت باعث میشه که ما بر ما در کارهای ما مزایمت کنه خب نوک پنسل گفتیم قلم مارکر قلم عادی و که چوب گوگرد و قطی گوگرد را در نظر میگیریم خب اگر استیکاک وجود نداشته باشه زمانی که چوب با قطی در تماس میشه و سبب به اثر مالش سبب میشه که روشن شوه همین در اینجا هم موجودیت استیکاک است که ما از او استفاده خوب میکنیم اگر استیکاک نباشه فلتی گوگرد روشن نمیشود همیشه وقت استیکاک نمیتوانه مفید باشه بعضی وقتا دارای اسرار هستند یعنی مانع کارهای ما می و در کارهای ما مزاحمت می کن. مثلا مثلا اگر ما ماشین ها را در نظر بگیریم ماشین های مختلف ها. در فابریکه ها ماشین ها و وسایل مختلف استفاده میشه خب ما نیاز داریم که ماشین ها با سرعت بالاتر حرکت کنند اگر فلزات همین ماشین ها سبب زنگ خوردگی سبب میشه که حرکت فلزات کمتر میسازن در این صورت ماشین ها به درستی حرکت نمی و مقدار انرژی بسیار بالا را مصرف می این انرژی بالا سبب تولید بسیار حرارت بالا می و سبب داغ آمدن ماشین آلات می بالاخره آنها را تخریب می و از بین می بره است که در اینجا گفته می که از جمله از را است یا ماشین آلات بسیار ساده که ما در خانه ها استفاده می کنیم مثلا پلاس یا انبور در نظر بگیریم اگر او زنگ خوردگی می باشه ما هر قدر کوشش میکنیم که امرایش کار کنیم نمیتونیم با خوبی کار کنیم به خاطر چی به خاطر که حرکت نمیکنم و قسمت پیچی که سبب میشه کوره و چرخش بیاره در صورت موجودت که بسیار بالا او حرکت نمیکنه یا مثال دیگری است که چرخ دروازه را در نظر میگیریم که برش چپ راست میگیم چپ راست دروازه اگر سیکاک داشته باشد دروازه هم باز بسته شود بسیار با مشکل باز بسته میشه پس این هم از جمله ضرر های می باشه. می میتونیم که بسیار مثال های زیاد دیگه را هم ذکر کنیم که چقدر استیکاک مزر هستن و بعضی وقتا سبب و مزایمت میشن هم باعث میشن که خود ما انرژی زیاد را مصرف بکنیم و هم باعث میشن که ماشینالات و درستی کار نکنن یک بار دیگه درس جمع میکنیم درس امروز ما فواید و از راه استیکاک است گفتیم استیکاک عبارت از چی است خود استیکاک عبارت از عملی هست که مانی حرکت در سام. تا حد امکان مانی حرکت در میشه یعنی هر قدری که استیکاک زیاد باشه حرکت کمتر میشه یعنی معکوس هستن روش امی بین هر دو حرکت و استیکاک عمل معکوس است اگر حرکت زیاد باشه معلوم که در آنجا استیکاک کمتر است و اگر حرکت کم باشه استیکاک بیشتر است که شما در این تصاویم استیکاک همیشه وقت مفید نیست بعضی وقتها فایده هایی را داره و بعضی وقتها هم دارای ازرار می باشه فواید استیکاک کدام ها هستند اینکه ما در زندگی روزمره ما راه می رویم و خوبی می تانیم که راه برویم به که در زمین استیکاک وجود داره با ما نمی لغزه و بران نمی افتیم همچنان تایرهای موتر و کراچی بایسکل موتورسیکل، هر آرادجات دیگه ای که استیکاک مناسبی در سطح زمین وجود داره و سبب که اینا به خوبی حرکت کنند اما اگر استیکاک زیاد شود باز هم از جمله از را استیکاک مار حساب میشه و فایده ندارد. از راه سیکا کدام هستند ماشینالات آلات و وسایلی که ما در خانه ها استفاده می کنیم نیاز داریم که اونا خوب در حرکت کنند یا حرکتشان زیاد باشه یعنی سیکا کمتر باشه اما بعضی از وسایل است که در اصل زنگ خوردگی تخریب می شوند و استیکاک در بین از اینها بیشتر می بعد و درستی کار کرده می توانند این باعث میشه که بدن ما هم مقدار زیاد انرژی مصرف بکنه تا که که وجود داره تا که از اون ماشین استفاده کنن مقدار انرژی ما هم یعنی انرژی از بدن هم مصرف میشه اما ماشینالات که وجود داره اونا هم سبب داغ آمدنشان میشه و به درستی هم کار نمیکنن که مساله هم گفتیم مثلا چپ راستی دروازه پیچ ها و انوی مثلا میخی که به دیوار میزنیم اگر در دیوار هم خب میخی که به دیوار میزنیم از جمله فواید استیکاک است ببخشین به خاطر از اینکه زمانی که میخ میکوبیم اگر در اونجا استیکاک وجود نداشته باشه میخ میلغزه و به دیوار کوبیده نمیشه به این ترتیب شما وقتی که فکر کنین بسیار زیاد از فواید و اضرار استیکاک میتونین که لسته از او ترتیب کنین شما خودتان که در کارخانگی تانم ممکنه این مسئله برتان گفته شده باشه که فواید و ازرار استیکاک تا یک لسته با مشوره خانواده نوشته میکنین که میبینیم که آیا در سوال کارخانگی گفته شده یا سوالات ارزیابی کتابتان چی هست؟ استیکاک در زندگی روزمره چی نقش داره؟ خب استیکاک در زندگی روزمره ما چی نقش داره؟ گفته می دانیم که استیکاک داره فواید و ازرار خود می باشند که بعضی وقتها فایده دارن در زندگی ما و بعضی وقتها مزر تمام میشن شن و مثال اگر ما در راه می رویم، در زندگی ما نقش استیکاک موثریتش یا مفیدیتش است که فایده میرسانه به خاطر از اینکه اگر وجود نداشته باشه پای ما میلغزه و به زمین میفتیم به می ترتیب وقتی که توپ را که پرتاب میکنیم توپ فوتبال را با پا میزنیم در یک قسمت توقف میکنه دلیلش چی هست؟ دلیلش همی است که استیکاک وجود داره که سبب میشه که او را توقف میده پس فایده های استیکاک میباشه که در زندگی ما بعضی وقتا نقش خوب را بازی میکنه اما بعضی وقتا نقش منفی را بازی میکنه یعنی چی در کدام موارد استیک دارد در بعضی از مواردی که ما از ماشین استفاده می کنیم در اونجا استقاق بیشتر است یا بعضی وقتا مثلا نراتجات یا موتر است ما در موتر که نشستیم یا درایو می کنیم در اونجا هم سرک باعث شده سرک تخریب شده باعث میشه که اونجا که بسیار زیاد وجود داشته باشه و به خوبی حرکت کردن نتونیم پس گفته می که در اینجا هم از جمله از را استیکاپ می باشه که مانع فعالیت‌های ما میشه و سبب میشه که ما بسیار مقدار زیادی انرژی را به خرج بدیم انرژی عضلاتی ما هم مصرف میشه و هم ماشین حالات به درستی کار نمیکنه این میباشه از جمله از رار می باشه یک چیز دیگه شاگردا سوال تمام شد جواب سوال خانی قدر است ما باز دو نوع استیکاپ داریم که یکی استیکاک جا به هست و یکی هم استیکاک متحرک است بعضی وقتا یک جسم به طور مثال در تصویر شما میبینین هر قدر تیله میکنه این استکاک وجود داره قسمی است که جا به جا هست و ثابت است که نام برازی میگن استکاک استایی یا استاده که در اینجا زیاد از استیکاک و کلا جا هست در دو سطح بالای هم استیکاک وارد میکنن که حرکت نمیکنه کاملا جا به یعنی نو استیکاک دو نواز. و نو دیگه استیکاک استیکاک متحرک میباشه که یک جسم حرکت میکنه اما با مشکل یا با سادگی حرکت میکنه پس گفته میتونیم که استیکاک هم به دو نو میباشه که یک استیکاک جا به و دیگر هم استیکاک متحرک میباشه امیدوار هستم که از درس استیکاک دیگه شما هیچ مشکل نداشته باشین و کاملا آموخته باشین و کسی اگر از تان چیزی میپرسه بسیار به خوبی توضیح بدین فواید و از را استیکاک توضیح داده بودنین که یعنی در کل امورات مفید نیست بعضی وقتها مفید شده میتونه بعضی وقتها هم مزر شده میتونه کار خانگیتان در مسیر راه مکتبتان تا خانه اگر مکتب از جای دیگه است یعنی وقتی که در مسیر راه شما حرکت میکنین با یعنی تا خانه به مردم و کارهایی که انجام میدهند دقت کنین، نقش استیکاک را در آنها پیدا کرده در کتاب چه هایتان بنویسین. بله، من قبلا براتون گفتم شما میتونین لیست وسیع از استیکاک ها نوشته کنین که فواید و ازرار که در خود داره. پس شما میتونین که وقتی که در مسیر راهی که میرین، اشیای چهار را دقت کرده و هر اون چیز را که میبینین در مورد فواید و ازرار استیکاک شما، نوشته کنین شاگردای عزیز ساینس مضمونی هست که تمام کارها و امور زندگی ما وابسته به ساینس می باشه یعنی در هر قدم زندگی وقتی که ما ساینس می آموزیم هر چیز را از نظر ساینس می بینیم بنان کوشش کنین که در سایتتان خوب در تعقیب بکنین و از در زندگی روزمریتان استفاده خوب و موثری داشته باشید درس ما در همینجا به پایان میرسد تا درس بعدی خداحافظ نگهدارتان